خب توی قسمت میخوام در مورد حرکت دادن نویگیشن، چیزی که در اصل از این UL تا در اصل این چجوری بگم این UL آخر در اصل این UL اینجا میخوام اینو چیکار بکنیم، در اصل این رو حرکتش بدیم، فکر کنم UL اینجا تموم میشه، حرکتش بدیم به یه فانکشن دیگه. خب من اینو همه الان در اصل سلکتش کردم، خب کپی میکنم این رو، میام اینجا یه توی فانکشنمون این چیزایی که اینجا بوده رو در اصل چیکار میکنم اینجا فعلا میبندم، یعنی کوچیکشون میکنم که قاطی نکنیم. فقط تنها کاری که میکنه اینه که به گوشه های این لاین ها کلیک میکنیم که این بسته شه. میام اینجا میرسم یه فانکشنی درست میکنم به اسم نویگیشن و هیچی داخلش فعلا نمیگم. اون چیزایی که اینجا داشتم رو در اصل کات میکنم، خب که فقط داخل این دیو تگ بمونه. من اینجا می‌نویسم نویگیشن که در حال البته هیچی نمی‌نویسم فعلا، اینا رو پیست میکنم اینجا. خب من این چیزایی که اینجا دارم رو در اصل خوب نیستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا چیزایی که اینجا ما داریم در اصل چیکار میکنه؟ به PHP تگ اولا احتیاج نداریم، PHP تگ ها رو باید برداریم و اینایی که HTML تگ هستن رو هم باید بذاریم، یه اسمی بذاریم، اسمش بذاریم، یه وریبل بدیم، اون رو اساین کنیم به وریبل. در اصل چیکار کنم اینو اینجا تا اینجا رو؟ اینا رو باید تبدیل کنم، بذارم داخل دابل کوتیشن و اینجا یه دونه در اصل یه دونه استرینگی تعریف کنم به اسم مثلا output مساوی بذارم اینو. خب حتی استرینگ رو اینجوری تعریف میکنم و PHP تگا رو در اصل من احتیاج ندارم، PHP تگا رو باید بردارم. دوباره اینجا یه PHP تگ داریم، اینجا باید برداریم، این رو برداریم و بیاریمش بالا. هر موقع که اکو داشتم میتونم چیکار بکنم؟ یا از اکو استفاده بکنم یا اینکه بگم چی اوت، وریبل اوتپوت رو بنویسم خب اینجا و دات ایکوز رو بذارم که اپندش کنم در اصل اینجا. پس من این رو کپی میکنم، هر موقع که اکو دیدم پیستش میکنم همون جایی که بود. دوباره اکو داریم اینجا، پیست میکنم، اکو داریم، پیست میکنم، دوباره میام اینجا ببینیم اکو داریم اینجا، پیست، پیست، پیست و دوباره اینجا یه دونه دیگه اکو، پیست و فکر میکنم اینجا یه دونه دیگه و دیگه فکر نمیکنم اکو داشته باشه، ولی اگه باز نگاه میکنم اگه اینجا یه دونه دیگه داریم پیست میکنیم. خب اینا رو انجام دادیم و دوباره وایلمون رو انجام دادیم، اوتپوتمون رو نوشتیم، ایفمون رو نوشتیم، اوتپوت رو نوشتیم، دوباره این تگ PHP رو احتیاج نداریم، بعد برداریم و این از اینجا در اصل تا اینجا تگ HTML که من باید این رو بندازم پایین و در اصل اوتپوت رو کپی کنم اینجا مساویش قرار بدم چون اپندش داریم میکنیم و سمیکالون آخرش یادتون نره. هیچ موقع ببینید اینجا اگر سمیکالون هم آخرشون باید یادتون نره. دوباره ببینم کجا فکر میکنم یه چیزی یادم رفته، این PHP تگ رو در اصل نمیخونه. خب اینجا کاری که ما کردیم این که اسکیپ نکردیم، این رو هم اسکیپ نکردیم و اومدیم اینجا، این اسکیپ شده اینجا، دوباره این اسکیپ نشده میبینید. و خب فکر میکنم این از این، دوباره این PHP رو برداریم، PHP رو دوباره از اینجا برداریم و خب اینو میندازیم پایین.
در اصل این تگ HTML نیست، این تگ در اصل PHP مونه. داخلش آخرش سمیکالون رو میذارید، این PHP رو دوباره اینجا بر میداریم، اینو آخرش بر میداریم، میایم میذاریم پایین، اینو میذاریم داخل کوتیشن، سمیکالون آخرش میذاریم. اینا رو بعد همراه با من دارم اینجا انجام میدم، شما هم انجام بدید که دارم به شما چیزتون رو میبرم بالا، در اصل قدرت فکر چیزتون رو دارم میبرم بالا، قدرت فکر کردنتون چجوری دارید توی پی اچ پی کد رو انجام میدید به خاطر این ویدیو، وگرنم استاپش میکردم همه رو خودم درست میکردم. پس اینجا دوباره یه دابل کوتشن میذارم، یه سمی کالون، یه اسکیپ اینجا میذارم، یه اسکیپ هم اینجا، و بعد این رو مساوی آوتپوت میذارم. میرید به همین راحتی این پی اچ پی رو بر میدارم، این دوتا پی اچ پی رو هم بر میدارم. خب این تگ الای هست انجام شده، آوتپوت ما درست نوشته شده اینجا، دوباره این هم نوشته شده، این تگ پی اچ پی رو بر میداریم. خیلی خوب، اینجا یه تگ HTML داریم در اصل، تا اینجا یه سمی دابل کوتشن اینجا میذاریم و اینجا یه اسکیپ میکنیم، آوتپوت رو میذاریم مساوی، سمی کالان آخرش قرار میدیم، پی اچ پی رو بر میداریم اینجا در اصل، پی اچ پی رو بر میداریم و اینو میذاریم پایین، این پی اچ پی رو از آخرش بر میداریم، این پی اچ پی رو میذاریم پایین، اینو داخل چیز قرار میدیم، سمی کالان رو میذاریم، اینو مساوی قرار میدیم. و خب این کارها رو من کردم به خاطر اینکه در اصل اینا رو همه رو یه فانکشن بکنم، میدونی چی میگم بهتون. و این هم میاریم میدازیم پایین، این رو داخل کوتشن قرار میدیم و اینا رو میدازیم بغل همدیگه، اب نداره بغل همدیگه باشن، و آوتپوت رو میذاریم و سمیکالان آخرش قرار میدیم. و رنگ خیلی خوبه. ببین الان مثلا این سمیکالان رو بردارم یه دونه بزنم، میبینید اینجا معلوم میشه یک کدتون یه جاش ایراد داره. اگر بدونید با چیزتون چجوری کار میکنید در اصل خیلی خوب میشه. خب اینو من میخوام مثلا وایل لوپ همه، و اینو بر میدارم، اینو هم بر میدارم، این رو از اینجا تا اینجا میذارم داخل دابل کوتشن و سمیکالان میذارم آخرش، و این آوتپوت رو هم مساوی قرار میدم. دوباره این رو پاک میکنیم اینجا، این رو هم میخوایم، پی اچ پی رو بر میداریم، آخر این پی اچ پی رو بر میداریم. چرا پی اچ پی ها رو برداشتیم؟ به خاطر اینکه در اصل چی؟ پی اچ پی ها احتیاجی نیست، چون اولش ما اول این فایل ما یه پی اچ پی داریم دیگه، میبینید دیگه احتیاج نداره که ما چیز کنیم. و این هم تگ آخر رو هم سیو میکنیم. خب حالا ما چیکار احتیاج داریم بکنیم اینجا؟ خب اگر نگاه بکنید اینجا select subject id و selected در از page id، اینا variable هستن که global هستن. کاری که ما میتونستیم اینجا انجام بدیم این که آیا میومدیم اینجا مثلا میگفتیم پایین این البته فانکشنمون گفتیم global رو بنویس، حتی چرا اینقدر اینا اینقدر indent شده اب نداره، مثلا میگفتیم global رو بنویس و در از چکار بکن مثل چیز کد قبلی. ببینید اینجا گلوبال داشتیم، اینجا نوشتیمش رو و بعد اینا رو همه رو یه ریترن هم این پایین گذاشتیم. حالا ما اینو میبندم. حالا توی این قسمت نمیخوام این کار رو انجام بدم، من selected subject id رو اینجا مینویسم، یه ویگور میذارم، selected page id رو هم که گلوبال هستن رو کپی میکنم اینجا به صورت وریبل پسش میکنم. حالا به جای selected page id میذاریم selected id و selected نه میذاریمش page id، چون دوتا در اصل میذاریمش page id و یکی هم میذاریم subject id. خب و اینا رو هم در اصل اینجا subject id رو بر میداریم، page selector رو همه رو ازش بر میداریم و این رو save میکنیم اینجا. و کار بعدی همین که آخر این یه دونه return درست میکنیم. چه returnی
چی رو میخوایم ریترن بکنیم جواب؟ وریبل در اصل اون این همه آوتپوت رو چیز کردیم، میخوام وریبل آوتپوت رو ریترن بکنیم. خب حالا اینجا نویگیشنمون رو، نویگیشن ویشو یادم رفت، فانکشن نویگیشنمون رو در اصل من کپی میکنم اینجا و بعد میام اینجا توی این چیکار میکنم، پیستش میکنم و تنها کاری که این میکنه که نویگیشن آیدی رو برمیداره چیکار میکنه، پس میکنه به این و در اصل چیکار میکنه، صدا میزنه، میندازه توی این وریبلای مثلا پیج آیدی و سابجکت آیدی اینجا. خب اشکال ما اینجا چی؟ این همه من تا حالا درس دادم فکر میکنم نزدیک 70 خورده جلسه است، اشکال اینجا چیه؟ اشکال اینه که این همه درس خوندید هنوز نمیدونید که ما تگ پی اچ پی میخوایم و بعد از تگ پی اچ پی تگ اکو میخوایم. خیلی مهمه ها، اگر نه این رد نمیشه. و بعد این رو باید چیکار بکنیم؟ selected subject id و بعد این رو هم selected page id سیو میکنیم و اینجا کار باش تموم میشه فعلا. خب میایم اینجا ریفرش میکنیم ببینیم باگی چیزی داریم یا نه. بله باگی که ما اینجا داریم میگه فانکشن لاین 68، اگر ما لاین 68 رو پیدا بکنیم اینجا آوتپوت ما یه جاش ایراد داره فکر میکنم. اگر ما چک بکنیم و دوباره اینجا برگردیم میگه لاین 20 هم توی در اصل ویجه منیج کانتنت ایراد داریم. سلیکتد پیج آیدی، خب چیزی که میگه تو لاین 68 میدونی چی میگه؟ میگه در اصل undefined variable، میگه define نشده. چرا؟ چون ما الان در اصل از اینجا تا اینجا توی فانکشنیم. من برشم چیکار کردم؟ output variable رو در اصل برشتم انداختم بیرون فانکشن، در صورتی که ما داخل فانکشن میخواییم. الان save میکنیم میبینیم که خب ارور دیگه که میداد، ببینید ما اینجا توی این line میبینید تگ بسته شدن داریم و این تگ بسته شدن در اصل داخل میدونید اینجوری قرار میگرفت. میدید یه تگ باز داریم و یه تگ بسته داریم، خب و داخل این دابل کوتشن قرار میگیره و این باید در اصل باشه. ما این چیز رو، این چیزی که توی نارنجی رنگ هایلایت شده رو باید داخل این قرار بدیم، درسته؟ ولی من اینو قرار نداده بودم اینجوری بود و بعد اگر همینجوری میکنید بعد بک اسلش رو بذارید آخرش و اینجا هم یه دونه دیگه داریم در اصل اینجا بک اسلش این رو بعد بذارید و که این بتونه کار بکنه. الان اگه سیو بکنیم بریم اینجا ریفرش بزنیم میبینید که الان دیگه کار بکنه. خب دتید این همون چیزی بود که ما میخواستیم، چیزی بهش اضافه نکردیم. چی کار کردیم؟ فقط مرتب کردیم. حالا اینو من اگر سیو بکنم بریم در اصل اینجا توی منیج کانتنت نگاه بکنید ببینید چقدر کد منظمی داریم که نویگیشنمون در اصل تو یه لاین تعریف شده و فانکشن ها هم همش اینجا هستن و این ریفکتورینه. حالا که این کارو کردین جلسه بعدی میریم در اصل در رابطه با خوندن، نوشتن، دیلیت و آپدیت توی دیتابیس صحبت بکنیم و هر کاری که میخوایم توی این وسط صفحه انجام بدیم.